تلاش ها برای حل اختلاف نظرها در مذاکرات صلح قطر. حکومت افغانستان می گوید که در مذاکرات صلح با گروه طالبان، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می کوشد که اختلاف نظرها با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان را حل و نکات مشترک را دریابد. نظم خوب در تدبیر جلسات داخلی و با جانب مقابل وجود داره. روی موضوعات بنیادی مثل طرز العمل کاری جلسات باید دقت بیشتر شود و اعضای تیم ما بیشترین وقت خود و او اختصاص دادن تا بحث روی تفاوت دیدگاه طرفین منتج به نقطه مشترک شود. برخی از منابع در قطر میگویند که چگونگی تعریف جنگ طالبان و موافقتنامه این گروه با امریکا از نکات اختلافی هستند. گفته می شود که کمیته های تماس روی این مسائل به نتیجه نرسیدند و حل این اختلاف ها به نشست عمومی هیئت های مذاکره کننده دو طرف واگذار شده است. ما از هر دو جانب مذاکره قاطعانه می خواهیم که هر نوع موانع را از سر راه ادامه گفتگوهای بین الافغانی از میان بردارند و به هیچ بهانه در راه پیشرفت درست این پروسه سنگ اندازی و ممانعت ایجاد نکنند و به هیچ کس موقع ندهند که این هدف بزرگ و مقدس و خواست ملت افغانستان را آسیب برسانند. تا کنون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان درباره این اختلافات چیزی نگفته است. اما در کابل برخی از اعضای پیشین این گروه میگویند که چگونگی آتش بس نیز یکی از موارد اختلافی میان دو طرف است. طالب وای د صلح لمخنه موانع لری کی ذاتی دستی وربند او د صلح او د نظام په جوړول باندې کار روان ده. نور خو موږ صلح غواړو، بل شی نه غواړو. باید هر چی زودتر آتش بس فوری در سراسر افغانستان برای اعتماد سازی متقابل صورت بگیره. بدون آتش بس ما هیچ گونه امید برای آینده مذاکرات نخواهد داشتیم. حال در چنین اوضاعی زلمه خلیلزاد، فرستادی امریکا برای صلح افغانستان، نیز گفته که مذاکرات صلح قطر یک فرصت بی‌نظیر برای افغانستان است. آقای خلیلزاد با اشاره به استقبال شورای امنیت ملل متحد از آغاز این مذاکرات گفته که برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان حمایت بین المللی وجود دارد و از این فرصت بی‌نظیر باید استفاده شود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.